غلاطیان فصل دوم. باز 14 سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم. من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است و آن مژده‌ای را که اکنون در میان مردم غیر یهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با اشخاص برجسته کلیسا در میان گذاشتم، مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام می دهم بیهوده باشد. و با وجود این که تیتوس همسفر من یونانی بود، او را مجبور نکردند که سنت گردد. اگرچه عده‌ای که وانمود می کردند برادران دینی ما هستند، می خواستند او را سنت کنند. اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوس ها اطلاعات درباره آزادی ما در مسیح عیسی یابند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند. و آنانی که ظاهرا اشخاص برجسته ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند. نام و نشان آنها برای من اهمیتی ندارد. خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی گیرد، بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا وظیفه اعلام انجیل به غیر یهودیان را داده است، همان طوری که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس سپرده بود. زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم، به پتروس نیز قدرت بخشید تا او رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتند این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من می‌خواستم انجام بدهم. اما وقتی پتروس به انطاکیا آمد، روبرو با او مخالفت کردم، زیرا کاملا گناهکار بود. از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب، او با غیر یهودیان غذا می خورد، اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی خواست با غیر یهودیان غذا بخورد، مبادا اهل سنت را برنجاند. و دیگر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او پیروی کردند، به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل یکی نیست، در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم: اگر تو با این که یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی بکنی و نه مانند یهودیان، چطور می توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می دانیم که هیچ کس با اجرای احکام شریعت در حضور خدا عادل شمرده نمی شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده می شود. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت عادل شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمی تواند عادل شمرده شود. پس اگر در بین تلاش خود برای رسیدن به عدالت که در مسیح یافت می شود دریابیم که ما نیز مثل دیگران گناهکار هستیم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ هرگز نه. اما اگر آنچه را که خود خراب کردم بار دیگر بنا کنم، البته نشان می دهم که شخص تجاوزگر هستم، زیرا تا آنجا که بشریت مربوط است من مردم، زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست نمایم. من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آن که زندگی می کند من نیستم،
بلکه مسیح است که در من زندگی می کند و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که به من محبت داشت و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر عدالت از راه شریعت حاصل می شد مرگ مسیح بی فایده می بود.